در خدمت جناب آقای منوچهر شفایی هستیم. جناب شفایی بفرمایید. دوستان سلام عرض میکنم خدمت همه و خیلی ممنون که تشریف دارید و ما صحبتمون رو شروع کنیم. البته آقای رضایی در واقع یه بخشی از صحبتهای منو به عنوان تیتوار، من اینجوری میتونم صحبت کنم که یک جامعه زمانی رشد میکنه که در اون جامعه آگاهی و علم رشد بکنه، اون وقتی که جامعه به اون رشد خودش میرسه. من یه جمله هست از آگوست کونت که در واقع دوران علم و یا دوران زندگی رو، دوران جامعه جهانی رو به سه بخش تقسیم کرده. یه بخش دوره ربانی یا الهیات که در واقع اومدن پیامبران و در واقع این موضوعات مذهبی هستش. یه دوره هم دوره متافیزیک یا دوره فلسفه است که فیلسوفان میان و یه مقداری نقد میکنن یا دنبال وجود روح یا عدم روح یا وجود دانه و هر چیزایی که در واقع توی بحثای فلسفی هست مطرح میشه. ولی بعد از اون یک دوره اثبات هستش، یعنی بعد از دوره فلسفه و متافیزیک به یه دوره اثباتی میرسیم که دیگه دوره علمیست. جامعه جهانی الان در واقع در همون دوره اثباتی است، اما این دوره ها از هم جدا شدند. بخش دیگر هم هست، یعنی همینطور که میبینید هنوز جامعه جهانی بحث الهیاتش وجود داره، هنوز در جامعه جهانی هنوز فلاسفه وجود دارن، همینطور دانشمندان وجود دارن. اینا از هم جدا نمیشن ولی همهشون هست. خب حالا من برای این که بیام بگم که این چه تغییری یا چه تفسیری در واقع میشه کرد با جامعه خودمون، اصلا من به جامعه جهانی کاری ندارم، فقط راجع به جامعه خودمون خواهم صحبت کنم که ببینیم که این ما در کجا هستیم، در کدوم قسمت هستیم و در چه بخش وجود داریم. من اومدم دو قسمت کردم این موضوع رو، یکی قسمت کمی از لحاظ این که ببینیم که وضعیت مکانی، امکانات ساختمانی و تعداد در واقع این مکان ها مثل کتابخانه و امامزاده ها و مساجد و یه مقایسه مثلا کمی میخوام بکنم و یه مقایسه کیفی میخوام بکنم که ببینیم چه اتفاقی میفته تو بحث کیفی یا تو بخش کمیش. قسمت اول از نظر کمی من میتونم الان اسم ببرم که در رابطه با مساجد و مکانهای مذهبی دیگهی که وجود اینطوری یادآوری کنم که فقط خود مساجد در دهه 50 حدود 5600 تا بوده. حتی اینا همه تخمینه، یعنی هیچ کدوم 100% نیست، ولی در سال 95 یه چیزی نزدیک به 80,000 تخمین زده شده و در، ولی فقط مسجد نیست در جامعه ما، ما موضوعات دیگری هم هست که در واقع همون مسئله مسائل مذهبی رو در واقع، یعنی مکانهای مذهبی هستن یا مکانهایی هستن که ارتباط داره به مسئله الهیات یا دین. خب من براتون اسم میبرم، حدود 80,000 مسجد وجود داره، حدوداً 11,000 امامزاده و زیارتگاه هستش که حتی حدود 1,300 تا زیارتگاه جدا هست مال بزرگان دین. یه جایی داریم به اسم تکیه یا تکایا بهش میگن که اینا ساختمون معین دارن، مسجد نیستن ولی یه تکیه از یه مرکز در واقع همین به اصطلاح کارهای آموزهای دینی است، حدود 1,800 تا، حدود 150 تا مصلا هست توی شهرها،
یه قسمت جایی هستش بهش میگن قدمگاه یا نظرگاه، که در واقع معلایی که در واقع میگن مثلا عبور کرده امام یا امامزاده از اینجا عبور کرده یا یه جایی وجود داشته یا نظر کرده امامه، حدود 1900 محل هستش. غیر از اینها باز حسینیه داریم که خود حسینیه حدود 11000 حسینیه وجود داره. غیر از حسینیه فاطمیه داریم حدود 200 تا، مهدیه داریم حدود 150-60 تا، زینبیه و حیدریه داریم نزدیک 400 تا، و خانقاه داریم که مربوط به دراویش حدود 120 تا عنوان شده. این جاهایی که در واقع اون آستانه اینا جز نظرگاه ها و قدمگاه هاست در واقع. خب این یه مجموعه ای در واقع من الان اسم بردم که اینها اکثر این محلها محلهای مذهبی هن که یا به صورت وقفی هن یا هزینه هاشون رو تولیتشون میده یا افراد مذهبی هزینه‌اش رو پرداخت میکنن به اشکال مختلف، ولی اینا وجود دارن. خب حالا ببینیم که این مکان‌ها چگونه مدیریت میشه، چگونه نگهداری میشه و چه حالتی داره. یکی از اونها حوزه علمیه هست. حوزه علمیه یک شورای داره به اسم شورای عالی حوزه‌های علمیه که عالی ترین مقام تصمیم‌گیری برای تمام مراکز مذهبی است. یعنی تمام اینا میان زیر مجموعه اون قرار میگیرن. خب این حوزه علمیه مدعیه که ما مستقلیم، تحت مدیریت جایی نیستیم، اما از دولت بودجه میگیرن. اولین بودجه‌ای که گرفتن راجع به ساختن شهر محل مسکونی طلاب بوده در زمان آقای رفسنجانی در قم که بهش میگفتن شهرک مهدیه. اما از سال 80 در واقع ردیف دارن که اولین دورش حوزه علمیه حدود 2,200,000,000 تومان بهشون ردیف داده شد و بودجه داده شد که سال 81-2 به بالا اینطوری رفته به بالا دیگه. خب اما دوره یعنی در سال 98 173 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که 58 میلیاردش برای امور فرهنگی آموزشیه، حالا چگونه از چی از کسی نمیدونه، 85 میلیاردش من گفتم 58 میلیارد ببخشید من 4 تا 0 رو برداشتم، 85 میلیاردش در مورد امور عمرانیه برای ساختمون و ایناست و 30 میلیارد هم همچنان در اختیار دولته که اگر خواست به حوزه ها اهدا میشه. خب پس ما الان متوجه شدیم که یه حوزه علمیه داریم که بالاترین تصمیم گیرنده در رابطه با این مناطق هستش و دیدیم دارن. خب حتی دقت کنید بعدا میرسیم به مرحله کتابخونه، حالا اون قسمت آخرم اول این قسمت ها رو عنوان میکنم بعد میرسیم به قسمت کتابخونه که اون چقدر بودجه داره و چگونه هست. حالا در مساجد و حوزه‌های علمیه و حتی میشه و مراسم برگزار میشه در سال 98 چه پولایی رو چه قسمتایی دادن که من چند تاشون اسم میبرم، حالا مثل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، بعد عرض کنم که خدمات حوزه علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه، کتابخونه آیت الله مرعشی، جامعه المصطفى، دانشگاه امام صادق، شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران. عددا زیاد مسئله نیست، هر کدوم چندین میلیون اند دیگه، حالا زیاد عدداش اهمیتی نداره. مؤسسه پژوهش فرهنگی انقلاب اسلامی، بنیاد دارة المعارف اسلامی، عرض کنم که سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، دانشگاه اهل بیت، بنیاد سعدی، دانشگاه مذاهب اسلامی، حالا دیگه خودم دارم خسته میشم بگذاریم. این بودجه هایی که در واقع دولت تصویب کرده و در اختیار این بخش ها قرار میگیره
و من اینجا یه یادآوری کوچیک میکنم که در بودجه سال 98 نهادهای مذهبی و تبلیغاتی دولت و سازمان صدا و سیما یه چیزی نزدیک به 5300 میلیارد پول دریافت کرده که این عدد 13 برابر بودجه محیط زیست ایرانه. شما فرق قضیه رو دقت کنید، محیط زیست ایرانی که در حال انفجار و نابودیه 13 برابر کمتر از صدا و سیما و نهادهای مذهبی پول دریافت میکنه. این رقم وحشتناکیه. خب اگر سعی میکنم گذرا برم، چون اگر بخوام ریز حرف بزنم خیلی حرف دارم و بخشم خسته کننده است. اما حالا یه بخشی دیگه هم که عنوان کردیم در مورد این اماکن، بخش اوقافه. خب اوقاف هم همه میدونیم، یعنی یک کسی مالی رو وقف میکنه در راه خدا، میبخشه به اداره اوقاف، به اون مرکز اوقاف، و که در راه عامل منفعت خود کسی هم که وقف میکنه میگه چگونه استفاده کنن، چه بربرداری بکنن، یا رو عنوان میکنن و میگن و در اختیار یک مسئولی، مسئول اون وقف قراریت قرار میگیره. حالا برای اینکه بدونید، ما یه چیزی نزدیک به 127 هزار موقوفه داریم در ایران. ما در ایران عرض کردم که 127 هزار موقوفه، یعنی 127 هزار انسان وقف کرده مالش، حالا هرچی هست خودشون میدونن. حالا اون جایی که وقف شده، حتی به آماری که گفته میشه میگن یک سوم کشور وقفه. من نمیدونم، به گفته خود اداره اوقافه. در 13 شهر ما بالای 50% وقف هستش. من هم دوستان در شهر مشهد چقدر اطلاعات دارن، در مشهد و اطراف اون همش وقفه. یعنی حتی من زمین برای کارخونم تو بیابونای سرخس اجاره کرده بودم، از آستان قدس اجاره کردم، چون وقف بود. خونه ای که خریده بودیم مربوط آستان قدس بود، یعنی تمام زمیناش مال آستان قدسه، و اونا یه نامه میدن، یه اجاره سالیانه میگیرن، را 1000 تومن 100 تومن 500 تومن، حالا هرچی. حالا من چند تا از شهرها رو مثلا اسم برم. در شهر تکاب در استان آذربایجان غربی 65%ش وقفه. منطقه پاکدشت، شهر قدس، قلعه حسن خان 100% وقفه. شهرهای مثل قیدار در زنجان 50%، رامشیر، کرمان، رفسنجان، اینا هر کدوم 50% در واقع وقف شدن. میخوام دوستان بدونید این وقف چه اتفاقایی میفته. کبوتراهنگ 100%، یعنی اینایی که داریم صحبت میکنیم وقف شده، خب درآمد داره دیگه، یعنی این نیست که پول نیاد، درآمد داره. این درآمد هیچ ارتباطی به دولت نداره. حالا کجا هزینه میشه دیگه خودشون میدونن. بعد عرض کنم ملایر 60%. بعد این اتفاقا هست و این اوقاف رو داریم میبینیم، و الان اوقاف در واقع یک درآمد سنگینیه برای یه جایی به اسم حالا همون حوزه‌های علمیه یا خود اداره اوقاف، که نه مالیات میدن، نه جواب پس میدن، نه پولشون معلومه کجا میره، و تمام اینا همه هست. یعنی محلی اجارهشو میگیرن، میریزن به یه حساب. حالا کی میبره، چیکار میکنن؟ دولت خدمات میده ولی هیچ گونه بهره برداری انجام نمیشه. البته اداره اوقاف مدعی شده که از این موقوفات دولت استفاده میکنه، یعنی یه جایی که وقف شده دولت میاد مثلا اجاره میکنه، میبره مثلا مدرسه درست میکنه، مدرسه میذارن، یا میرن مثلا فضای ورزشی درست میکنن، از این کارا میکنن. حالا اون اختلافاتی که خودشون با هم دیگه دارن، بحث زیاد دارن، این میگه پولمو ندید، اون میگه مثلا حالا اینه، بعد بحثا این چنینی که دیگه اصلا ارتباط به موضوع الان ما
نداره. من فقط اطلاعاتو عرض کردم خدمتتون. خب حالا به این دو بخش آشنا شدیم، یکی اوقاف و درآمدهایی که داره، حوزه علمیه و بودجه‌ای که دریافت میکنه از دولت، آشنا شدیم. حالا یه جریان دیگه هست به نام امامزاده. این داستان امامزاده خیلی موضوعات مختلف داره، من کوتاه عرض میکنم خدمتتون که تا سال 95 اعلام شده 10615 امامزاده رسمی وجود داره که در 8051 بقعه در شدن. یعنی میتونه یه امامزاده باشه که مثلا تو 4 تا با هم بوده باشه که میگن بقعه. البته بحث سر اینه که اینا همه فرزندان و نواده های اهل بیتن که به ایران اومدن و یه بحث اینجا هست که میگن که 5000 از این تعداد، یعنی 50% مربوط به امام موسی بن جعفر است، امام هفتم هستش، که میگن به دلیل اینکه درگیری زیاد بوده و میکشتن و چیکار میکردن اینا فرار کردن و اومدن به ایران. من یه مقداری خودم همینطور درگیر بودم با خودم، تعجب کردم که 5000 فقط امامزاده هست. ها اولی هم من بگم یه بحثی هستش، میگن که این امامزاده ها رو چجوری تشخیص دادید. میگن ما یک ارگانی داریم، یک گروهی داریم از آیت الله ها و دانشمندان که میان ردیابی میکنن، مسیریابی میکنن، این افراد شناسایی میکنن بر اساس داستانهایی که وجود داره و تایید میکنن. در اگر این نباشه که بالای 100000 مثلا امامزاده مدعی هم که هست. اما من خودم یک حساب کوچولویی کردم، گفتم فرض رو ما بر این بذاریم که 5000 امامزاده هست. خب این 5000 اگر خود امام جعفر، معذرت میخوام، موسی بن جعفر یعنی امام هفتم فرض کن به دلیل ظلمی که داشته میشده حرکت میکنه با فرزنداش به طرف ایران، به سمت ایران، فرض میکنیم 10 تا، نه فرض کنیم 20 تا بچه داشته، با بچه هاشون میان و تو مسیری که میان این بچه هاشون هم هر کدوم که 10 تا بچه داشته باشن، خب این دیگه 20 ضرب در ده میشه چند؟ میشه نهایت 200 دیگه. نه من نمیدونم 5000 تا از کجا بیان بگیم که آقا هر نوهی که ضرب 100 تا بوده هر کدوم هم 10 تا داشته باشن نهایت به 1000 تا میرسه. اون ظلم که وجود نداشته که. و بعد از اونم تازه امام رضا اومده، یعنی امام هشتم اومده که اصلا جانشین مأمون بوده و اصلا کیابیایی داشته، برای خودش رئیس مملکت بوده، مثلا نفر دوم جامعه بوده. پس حداقلش اینه که یه نسلشون اذیت شده باشن دیگه، یعنی در یک حرکت یه نسل همون 10 تا 20 تا 30 تا اولی است. حالا این 5000 تا رو که اینا قبول دارن تایید شده است، یعنی این 5000 تا رو تایید کردن. خب اینم تا اینجا من حالا تو پرانتز گفتم، اصلا دخالتم نمی کنم، فقط به عنوان یک ذهنیت شخصی عرض کردم خدمتتون. که حالا اینجا یه صحبت دیگه هم هستش که خب میدونی که در کتابای دینی ما هست که 124000 پیامبر وجود داشته، که از این 124000 پیامبر فقط 33 پیامبر در ایران دفن هستن، مثل شوش دانیال. من دیگه بقیهشون رو نمی‌شناسم و تحقیق هم متاسفانه نکردم. و این قضیه هم داشته باشیم ما که بدونیم حدود 33 پیامبر هم در اینجا هستن. بعد حالا یه مثال، در سال 98 هم فقط در مازندران 32 تا بقعه امامزاده پیدا شده و در سال 97 هم در خانسار 2 تا امامزاده پیدا شده که البته میگن کج شده، ولی خود اون مسئولان اوقاف و اینا میگن که کشف نه، پیدا شده. حالا فرقشون چیه من نفهمیدم چه تعریفی دارن،
و به طور متوسط دوستان بدونید که حدود 300 امامزاده بعد از انقلاب داره در ایران کشف میشه. سالیانه 300، یعنی رقم عجیب غریبیه، من تعجب میکنم. البته من دو تا صد خاطره دارم خدمتتونم میگم که این 300 هزار امامزاده کشف میشه و حالا اینا بعدن میان روش کار میکنن و این 300 تا رو وجود داره. چرا؟ چون قبل از انقلاب 1500 در واقع تا زمان تا سال 50 دهه 50 1500 امامزاده داشتیم که الان تبدیل شده به از 11000، یعنی این چیزی که هفتش برابر شده در واقع این تعداد امامزاده ها. و این آمار هم که خدمتون گفتم به این سبکه. خب یا مثلا در لویزان 5 تا امامزاده در یک بقعه هستن، من نرفتم نمیدونم، ولی در تهران که فراوونه، میدونی که هر گوشه تهران امامزاده داره و شکلهای مختلف. من دو تا داستان میتونم براتون بگم. یکی یه امامزادهی، من سالای خب من بچه خرمشهرم، دائم میرفتیم اهواز، یعنی شاید مثلا سالی 50 بار سفر داشتیم به اهواز و برگشتش همیتون. یک چند تا آجر با یه دونه چوب با یک پرچم سبز گذاشته بودن کیلومتر حدود از خرمشهر که میرفته کیلومتر 100 و 20 کیلومتری اهواز. مسیرم که میدونی بیابون، یعنی اصلا هیچ چی دیده نمیشد. اونجا که میرسیدی این پرچمه رو من میدیدم از بچگی، مثلا از 12 13 سالگی من میدیدم. من در سال 47 48 که دیگه سن 20 سال پیدا کرده بودیم، دیدیم اونجا یه سقاخونه گذاشتن و یه جا پارک درست کردن و ماشینا پارک میکردن، صندوق داشت و سال 52 53 برای خودش اتاق زد، مجموعه بزرگ درست کرد. سال 55 اون ور جاده برای خودش خونه سازی کرد و تقریبا تبدیل به یه دهکده شده بود. اینو من به چشم دیدم. در همون سال 55 که من به طرف خرمشهر میرفتم، کیلومتر 40، یعنی 20 کیلومتر از اهواز به طرف خرمشهر که میامدیم این بود، 20 کیلومتر اون ورتر کیلومتر 40 هم باز دیدیم یه اتاقه که با یه پرچم سبز. من به خانمم گفتم که اینجا داره امامزاده میشه و شد. و سال 57 قبل از انقلاب کیلومتر 60 هم در واقع اینو من دیدم که دیگه جنگ نذاش من ببینم چه اتفاقی بعدش افتاده. یعنی من میخوام بگم که در واقع یک سیستم خاصی بود. حالا این چه جوری تایید میشه، چیکار میکنن نمیدونم، ولی اون پرچم که میذارن خب جامعه هم احترام میذارن، اعتقاد دارن و پول پرداخت میکنن و مسائل این چنینی. یا یه امامزاده بود که دو جاده بجنورد که دوستی برای من که قرار بود جادهش رو آسفالت کنیم تعریف میکرد، میگفت این امامزاده وسط جاده بود و ما رفتیم با 25000 تومان به اون متولیش پول دادیم و این امامزاده رو برشته برده باشه زیر اون درختی که الان اونجا میبینی امامزاده هست. یعنی موقعی که اومدن نقشه برداری کنن، این آخونده اومده اونجا یه امامزاده درست کرده، بعد که میان جاده رو بکشن 5 سال بعد 6 سال بعد دیدن جاده باید تغییر مسیر بده، کلی باید هزینه کنن برن این طرف اون طرف، اومدن با یه پولی به این بابا اینو جابجا کردن. حالا بماند که دیالا طرف خواب دیده، گفته که شب اومده به خواب من، گفته من اینجا نیستم، من اونجام و خودم اهالی هم زد دیوارا رو کندن و برشتن بردن دم اون درخته. حالا من اصلا نمیخوام زیر سوال ببرم، ولی خاطرات شخصیه فقط دارم مطرح میکنم. حالا یه سری جاهای دیگه هم هست که بهش میگفتن قدمگاه، یا از کنم محلهایی که اون امامان رد شدن، یا مثلا فرض کن اونجا یه دو روز نشستن و سایه این چنینی که الان هم بابه، یعنی یه سری قدمگاه هم هست که یا نشیمنگاه هست مال مثلا آقای خامنه‌ای مثلا اومده رفته این کار کرده. البته در دین در مذهب بهایی ها هم همین هست، در آیین بهایی هم یک قدمگاه های دارن در بخش های مختلف که بها اومده رفته، الان هم کسایی که بهایی هستن میرن دور میزنن اونجا. این یه فرهنگ متاسفانه در جامعه اندیشه ما به خاطر نوع فکر، حالا مثلا یه آدمی یه روزی اینجا بوده، حالا ما بریم مثلا اونجا رو ببوسیم یا تعظیم کنیم یا احترام بذاریم.
من یه کمی فراتم تو خاطرات موضوع دستم در رفت، الان خدمتتون میگم. خب حالا من میخوام بگم که الان هم خود سازمان اوقاف داره یه کتابی دارالمعارف داره درست میکنه برای امامزاده های کشور، و این خیلی جالبه که یعنی الان برای اینکه به اینها در واقع بها بدن و واقعیش بکنن، دارن براشون تاریخچه درست میکنن، شجره نامه درست میکنن و امثال هم که در واقع شناسنامه بدن برای این امامزاده هایی که خودشون تایید کردن. من برای اطلاعتون بگم تا سال گذشته در واقع سازمان مطالعات و تحقیقات قم بود که در واقع تحقیق میکرد که ببینه مثلا این امامزاده واقعیه یا واقعی نیست. حالا سازمان اوقاف در اختیار گرفته و حال منافع دارن دیگه، یعنی اینا این ارگان از این میگیره برای اینکه 2000 اینجا بیشتر گیرش میاد دیگه. بالاخره یه کسی اوقاف اگه دستش امامزاده دستش باشه، خب میتونه امامزاده مختلف بزنه، جدید طراحی کنه، پول به حسابش بیاد. خب اینم من یادآوری کردم برای اطلاعتون دوستان. از این امامزاده ها حدود 850 امامزاده بسیار زیارت کننده رو میپذیره، هتل داره دورش، نمیدونم ساختمون داره، مرکز داره، از این قصه ها داره. خب اینم فقط من آمارای کلی میدم، مطالب کلی رو خدمتتون میگم. میایم برسیم به اینجا که خب یه سوال پیش میاد، خب این امامزاده ها این همه پول به دست میارن، چی کار میکنن، کجا خرج میکنن و به چه مصرفی میاد. خب اداره اوقاف مدعیه که ما دست به اینا نمیزنیم، پولایی که برای هر امامزاده میاد برای خودش خرج میشه، 40% خرج کارهای عمرانی همون امامزاده میکنن، 20% هم برای بخش فرهنگیش، یعنی برای یه معممی که اونجا وای میسته یا چه میدونم میرن کتابخونه میزنن، از این کارا میکنن یا کارهای چنینی انجام میدن. و هیچ پولی هم که از امامزاده جمع آوری میشه توسط فرماندار، نماینده اوقاف و متولی که اونجا هست و نیروهای انتظامی میان جمع آوری میشه، شمارش میشه و در اختیار اون به اصطلاح متولی اوقاف قرار داده میشه. خب ما تا اینجا الان متوجه شدیم که یه امامزاده وجود داره، شناسنامه بهش میدن، کی بهش میده؟ فعلا اداره اوقاف. بعد یه پولی درآمدی داره، این درآمد رو چی کار میکنن؟ 40% میشه خرج امامزاده ها، 20% برای بخش فرنگی، 40% بقیهش هم خرج میکنن برای اینکه یه روحانی بیارن اونجا و پول اون روحانی بدن بره تبلیغ بکنه برای اون امامزاده و برای اسلام. پس دیدیم که درآمد امامزاده ها فقط مختص خود جماعت ملا هست و خود جماعت کار به اصطلاح ماموران در واقع مذهب و دین هست، یعنی به جایی به فقیری، فقرایی، چه میدونم کمکی، هیچ جا دریغ از کمک به جایی، یعنی این نوشته خودشونه، یعنی من از خودم نمیگم. و حتی رسما اعلام کردن که هیچ شخص، هیچ سازمانی اجازه نداره به این نزورات دست اندازی کنه، نداره، فقط سازمان اوقافه که این سازمان اوقاف هم از نظر ساختاری زیر نظر وزارت ارشاد دوستان، اما از لحاظ شرعی و فقهی زیر نظر ولی فقیهه. خوب گوش کنید، اینا فرق میکنن، حقوق کارکنانش هم و کارمنداش هم و بودجهش هم و دولت میگیرن. الان ما یه سازمان اوقاف داریم زیر نظر وزارت ارشاده، از نظر شرعی هم زیر نظر که رهبره، حقوقش هم دولت باید بده، هر درآمدی هم تو اوقاف هست مال خودشه، بقیهش خودتون فکر کنید. و تنها کاری که کردن میرن مبلغ جذب میکنن،
یعنی چی؟ یعنی 2000 تا 3000 تا ملا میارن میگن برید تبلیغ کنید، تبلیغ دین. یعنی تا اینجا فقط راجع به دینه، یعنی اصلا راجع به هیچ چی صحبت نمیشه. چرا؟ 18000 کتابخونه دارن در مراکز مختلف آمار دادن، ولی ما میدونیم که 18000 کتابخونه هایی که در مساجد و اماکن مذهبی وجود داره چه نوع کتابایی هست. آماری هم که بدن معلومه، نوع کتابم تعریفش معلومه. و حالا به بخش کتابخونه که میرسیم بیشتر توضیح میدم خدمتتون تو این قضیه. خب من حالا یه سوالی هم هست که میگن که خب چرا این امامزاده ها در عراق نیست؟ خب امامزاده در عراق هم بودن دیگه، یعنی وقتی که به اصطلاح اذیت میکردن تو مسیر عراق هم حرکت میکردن، باید ده تاشون هم اونجا باشن. مدعی هن که چون در عراق حکومت بعثی بوده اینا رو بین برده. خب الان که دیگه بعثی نیست که دیگه، الان کلی شیعه اونجاست، کلی هم قدرت دارن، چرا اونا در نمیارن؟ هنون این هست دیگه، یعنی الان ما از ایران داریم طلا میفرستیم برای حرمهایی که اونجا هست و محلهایی که هستش که طلا میزنیم و نمچکار میکنیم و اصلا یه مرکزی درست شده مربوط به حضرت فاطمه است که سال 98 یه فیلمی نشون داد، گفتن این تازه یه بخشیشه که اصلا محاسبش بی نظیره. من دلم میخواد برید ببینید، حالا اگر دوستان آدرسش هم بتونم بنویسم، من چون تو فیسبوک بود من به اصطلاح پخشش کردم. حالا به هر حال من میخوام بگم که این قضیه در واقع وجود داره و در عراق هم شما امامزاده نمیبینید، در هیچ جایی نمیبینید غیر از ما خودمون، یه بخشی هم توی افغانستان هست که تعدادشون هم کم هستش. البته مثلا یه سری آمار هست که مثلا حالا در هر میتونم اصلا براتون بخونم، مثلا در استان فارس 1451 امامزاده هست، در مازندران 1276 تا، در گیلان 671 آمار هست. یعنی اینا آمارهایی که در واقع در اون استانا هستش. یه مثلا نقشه هم من دارم که مثلا در لرستان 103 تا، در خوزستان 158 تا و همینطور هست دیگه. حالا من زیاد مثلا در بلوچستان 11 تا هست، شما در کردستان 26 تا، در آذربایجان غربی 71، کرمانشاه 40 تا، اما در لرستان 103، همدان 218 تا، قزوین 277 تا. میدونید اینا عددا عجیب غریبن، یعنی چراشو نمیدونیم. حالا باید بگردیم به خود اون مردم رو ببینیم که چیا علاقمندن بدونن. خب حالا پس ما از مسجد هم صحبت کردیم، اوقاف هم صحبت کردیم، امامزاده هم گفتیم، حالا یه بخشی دیگه داریم به اسم حسینیه. حالا این حسینیه اسمای مختلف داره، در واقع بیشتر برای مراسم سوگواری امام حسین هستش و داستانهای کربلا هستش، عاشورا و تاسوعا و اینا، که تو قسمت‌های شیعه نشین اسمای مختلف داره، مثل امامباره، عاشورخانه، عزاخانه، این اسمای اینجوری هستش. اما من یه آمار خدمتتون بدم، در شهری به نام لکنو یا لکنو که در هندوستان هست، در اونجا نزدیک به 2000 حسینیه وجود داشته در سال 1210 و در سال 1140 در تهران 630 حسینیه وجود داشته، اما الان در ایران نزدیک به 11000 حسینیه وجود داره. یعنی در سال 75 بوده 7500 تا، الان نزدیک به 11000 حسینیه وجود داره، که البته حسینیه ترکیبش با مساجد فرق میکنه، ولی از نظر مالی و اینا تأمین میشن، کمک میشه، حتی کمک های مردمی هم هست، ولی خود اوقاف و خود ادارات مختلف هم کمک میکنن.
حسینی ها معمولا کار معماری و ساخت ندارن، میتونن یه زمین معمولی هم بیان فقط توش چادر بزنن و این کارو بکنن، و بیشتر هم در ماهای محرم و صفر فعالن و یه فعالیت های این چنینی دارن، یعنی مستمر نیست. خب امیدوارم که خسته نشده باشید، یعنی آمار دارم میدم و عدد دارم میدم و اینا. راجب خود مساجدم که من عرض کردم حدود 80,000 مسجد الان در ایران وجود داره، و عرض کنم که حالا این داستان مساجد و اینا رو یه روز معین داره که وقتی که مسجد اقصا توسط سید موسا در سال 48 آتیش زدنش، در اون روز و به عنوان روز در واقع جهانی مساجد نامگذاری کردن. اینم من برای اطلاعتون بگم که نزدیک به 80,000 مسجد ما در ایران داریم دیگه. خب این همه مساجد هم به اصطلاح همیشه توش مسجد مثلا نماز خونده نمیشه، این آماری که هست حدود 15% مثلا کامل 100% استفاده نمیشه، ولی به اصطلاح توشون رو هست که به اصطلاح کارهای فرهنگی هم میکنن که گفتم کتابخونه دارن و برنامه این چنینی دارن. البته طرحی هم دارن توی سال برنامه ششم توسعه که تعدادش رو به 92,000 قسمت برسونن، و چون مدعی هم که تعداد کمه، ما برای به طبق آماری که دارن میگن باید برای هر برای جمعیت 75 میلیونی باید حداقل 100,000 مسجد باشه، یعنی ما 28-29,000 مسجد هنوز کم داریم و باید ساخته بشه. در خود تهران 2,000 تا مسجد هست و در شهر سنندجم به نسبت جمعیت مساجدش تعدادش زیادتره، چون اونجا خب بیشتر سنی و اینا هستن، بسیار هر دو هستن به خاطر رقابت دیگه. من چه آماری میتونم بدم؟ برای اینکه بدونید، تا حالا 60,000 مسجدمونم سیستم سخت افزاری داره، یعنی کامپیوتر دارن و عرض کنم از این کارهایی که اداره اوقاف انجام داده براشون. بعد دیگه عرض کنم که حدود 400,000 نفر در این اماکن کار میکنن، که کل این اماکن 200,000شون در مساجدن، یعنی در کل این مساجد غیر از ملاها عرض میکنم، افرادی هم که کار میکنن به عنوان خدمه و به عنوان کارکنان دیگه دارن کار میکنن. معذرت میخوام، 15%شون امامان جماعتن، یعنی از این 200,000 15% که میشه 30,000 نفر فقط توی به عنوان امام جمعه هستن، من اشتباه کردم، و کارکنان دیگه هستن. و همونطور که میدونید حقوق اینا رو در واقع جز هزینه هایی که میبرن به حساب دولت میذارن و از دولت میگیرن، که بارم خدمتتون عرض کردم که این اداره چجوری اداره میشه. خب من یه لحظه آب کوچولو بخورم دوستان. خب میرسیم به قسمت کتابخونه. دوستان در کتابخونه تا سال 1358 آمارایی که وجود داره حدود 368 تا کتابخونه، الان تبدیل شده به نزدیک به 3,000، و جمهوری اسلامی هم مدعیه که ما تعداد کتابخونه‌ها رو 9 برابر کردیم و این جزء پوزاشونه. ولی حالا میایم میبینیم که چه اتفاقای افتاده و این به چه شکله. اولا بعد از انقلاب دو جور ما کتابخونه داشتیم، یک کتابخونه‌های عمومی داشتیم، یک کتاب‌های مشارکتی. کتابخونه مشارکتی مال کتابخونه‌ای بود که خود مردم درست کرده بودن و این کارو می‌کردن، کتاب اهدا می‌کردن، انجام می‌دادن. ولی بعد از اینکه انقلاب شد، جمهوری اسلامی اومد این کتابا رو، یعنی اینا رو بست،
و اتفاق بعدی که افتاد برای اینکه در این کتابخونه مشارکتی کتاب‌ها در واقع کتاب‌هایی بود که مثلا نبایستی در دوره اسلام منتشر میشد یا پخش میشد، حالا میتونست بگیم کتاب‌های زاله بوده، کتاب‌های داستان بوده، حالا هرچی بوده، حالا داستان که من میگم نه قصه، داستانه، داستانه که با جمهوری مخالفت داشته، در واقع منظورم اینه. و برای اطلاعتون از این جمع 3000 خوله‌ای که کتابخونه‌ای که وجود داشته در تمام ایران هستش و حدوداً بذار من آمار کتابارم دارم، آره 1,798,000 یعنی 1,800,000 جلد کتاب وجود داره و سالی 200,000 مراجع کننده به اینا وجود داره، به این کتاب خونه ها وجود داره. این آماریه که در واقع خود نهاد کتاب خونه داده، که الان من خود کتاب خونه رو یه توضیح خدمتتون بدم. الان خود کتاب خونه هم در واقع یا خواهم کتابخونه ملی که دیگه مرکز پژوهش هاست و مرکز خود کتابخونه هاست، اولین بار در سال 1316 کتابخانه ملی درست شد. سال 58 اسمش شد مرکز خدمات کتابداری، سال 78 شد سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی که با کتابخونه ملی هم ادغام شد، تبدیل به این در سال 81 هم شورای عالی اداری تصویب کرد که اسمش بشه کتابخانه ملی و سازمان اسناد ملی. این در واقع اسم کتابخونه هاست که در اومده و برای اینکه بدونید، یعنی خود کتابخونه هم بر حسب مدیریت هایی که اتفاق می افتاد تغییر نام می داده به خاطر درآمد بخشه. خب حالا بیایم یه نگاهی بکنیم از نظر کیفی، من از نظر آماری، چون کتابخونه چیز خاصی ما تو جامعهمون ندیدیم، یعنی اتفاق خاصی نیفتاده، ولی من بذار یه چیز دیگه ای خدمتتون بگم دوستان. ما در ایران کتابایی که چاپ میشه در واقع در سال نزدیک به 100,000 کتاب داره چاپ میشه در ایران، حالا بعد از تمام سانسورها و 100,000 کتاب چاپ میشه، اما خونه ها نمیتونن بیش از 500 تا یا حتی اکثر 1,000 تا کتاب بیشتر نمیتونن بخرن به خاطر نبود بودجهشون. نتیجتا این کتابخونه که 3,000 کتابخونه که وجود داره نمیتونه کاری انجام بده و کتاب هایی که در ایران چاپ میشه حتی اکثر الان که رسیده به 300 جلد و 500 جلد، الان اصلا 20 سال پیش مثلا بودن 2000 جلد یا 3000 جلد، در صورتی که شما اگر بیاید نگاه کنید کشورهای اروپایی مثلا در همین آلمان کتاب زیر 100,000 تا اصلا چاپ نمی کنن. چرا؟ چون 80,000 کتاب خونه وجود داره که تمام کتاب خونه ها وظیفه دارن به مجردی کتابی چاپ میشه یک نسخه ازش بخره، یعنی کسی که کتاب چاپ میکنه اول سرانگشتی 80,000 تاش رفته دست کتابخونه ها. یعنی فرق ما ها رو میتونید حس کنید دیگه، الان دیگه نه 3,000 تا 80,000 تا، بعد اونا هر کتاب چاپ میشه میره تو کتابخونه، ما کتاب چاپ میشه باید بری پارتی پیدا کنی قرمه صدقه این اون بری تا کتاب تو کتابخونه ها بخرن. خب اینم برای اطلاعاتون گفتم یادآوری کنم که ببینید چه اتفاقی توی جامعه ما داره میفته. حالا از نظر کیفی هم که میخواییم نگاه بکنیم، ما میبینیم که مساجد در واقع یک نقش ارتباطی داشته کاملا میان رهبران دینی با مردم از نظر کیفی. بعد میایم نگاه میکنیم میبینیم که پیش از انقلاب هم مساجدی وجود داشته، در واقع توده ها رو دور هم جمع میکرده، یعنی به خاطر اون نوع نگاهی که ما داریم به عنوان تقلید یا احترام به دین و مذهب، این در واقع یه نگاهی بوده که ما میبینیم که
بعد از انقلاب هم به مجردی هم که میخواست انقلاب بشه، یکی از نقاطی که مرکز بود خود مساجد بودن، که دیگه در واقع مساجد بود که در واقع حرکت انقلاب رو در اختیار گرفت، قبل از اینکه سازمان‌های سیاسی بتونن شکل بگیرن، چون تازه از زندان اومده بودن بیرون، نمیتونستن هماهنگ بشن، پراکنده بودن، ولی مساجد به یمن پولی که دولت پهلوی پرداخت میکرد قشنگ سر پا، همه سر جا، همه ملاها سر پول و امامزاده ها هم پولدار داشتن زندگی میکردن، نتیجتا مردم اونجا راحت تر مراجعه میکردن و احساس امنیت بیشتری میکردن در اونجا. اما حرکت دیگری که اتفاق میفته بحث کتابخونه است. یعنی اگه بیان یه نگاه بکنیم به همون پروسه‌ای که در دوره پهلوی و بعد از پهلوی اتفاق افتاد، همونقدر که مساجد مورد حمایت دولت بود و حقوق از دولت میگیره و رشد میکرد، همونقدر کتابخونه بهش توجه نمیشد و اصلا به کتاباش کاری نداشتن. و زمانی هم که انقلاب شد، خب در واقع طبیعیه کسی با کتاب کاری نداشت. چرا؟ چون دیگه همه به مساجد بودن و کتابخونه ها اولین نقطه ضربه‌ای که خوردن از بعد از انقلاب بود. یعنی بلافاصله بعد از انقلاب با قدرت گرفتن اسلامیون، عملا بخش عظیمی از کتاب ها و اصلا کتاب به عنوان مسئله زالش پیش اومد. و حالا داستان های زیادی هست که من دیگه خیلی وقتتون نمیگیرم، میتونید دوستان برید از تو اینترنت ببینید، میتونید پیدا کنید و ببینید که چه اتفاقی افتاده. یعنی الان یه مقایسه کوچولو ذهنی فقط ببینید، مساجد در زمان پهلوی مورد حمایت دولت بودن، مورد حمایت پهلوی بودن، ملاها حقوق میگرفتن، مردم خدمات میدادن، اوقاف وجود داشته، امامزاده ها وجود داشتن، درآمدها وجود داشتن، هیچ کس هم مزاحمشون نبوده. کتابخونه ها باز تحت کنترل بودن در زمان پهلوی، چون هر کتابی تو کتابخونه نباید میرفت، کتابای کمونیستی نباید میرفت، کتابای مخالف آقای پهلوی نباید میرفت، کتابای و و و نباید میرفت. نتیجتا کتابخونه ها برخلاف به اصطلاح مساجد تحت فشار بودن. انقلاب هم که شد رشد کرد مسجد و طرفداران مذهبی رشد کردن، کتابخونه و علم رکود پیدا کرد. و ما میبینیم که در واقع همین باعث شد که این همه ساخت و ساز بشه در کشور. یعنی 1100 یعنی سال 300 چه میدونم امامزاده کشف شد یا پیدا شد یا اومد بیرون، و عرض کنم که نزدیک 5000 تا مسجد تبدیل شد به 80000 مسجد، حدود 1000 حسینیه شد 11000 و و و و این فضاها در واقع ایجاد شد. یعنی الان از داره کیفی نگاه بکنیم میبینیم هیچ اتفاقی برای کتاب نیفتاده، فقط یه سری پوز برای جمهوری اسلامی که ما 18000 کتابخونه در به اصطلاح مساجد داریم و اومدیم کتابخونه ها رو 9 برابر کردیم و حدود 3000 کتابخونه هم در کشور داریم. اما با چه کتابایی، تا کجا کتاب توشون است، غیر از سانسور شده ها و غیر از این اتفاقایی که داره میفته. و من در واقع امیدوارم تونسته باشم یه مقداری جا انداخته باشم که چه فرقی بین این دوتا عملا وجود داره و میبینیم که این همه تلاش برای جایگاه مسجد انجام شده، ولی متاسفانه یا بالای مکره متاسفانه رو برای کتابخونه این اتفاق نیفتاده. اما میبینیم که کتاب و کتابخانی داره یواش یواش شکل میگیره، برعکس جایگاه مسجد داره تضعیف میشه. دلیلش هم چند تا مسئله میشه گفت. مثلا میتونیم بگیم عدم کارایی دولت مردان و رهبران دینی، یا عدم مثلا شکاف بین مردم و دولت که وجود داره، یا فضای رسانه ها که و الان در مثلا الان ما همه در اختیارمون هست و هر آن اراده کنیم دریایی از اطلاعات رو میتونیم تو اینترنت به دست بیاریم.
و یه بخشی هم بحث گسترش آموزش عالیه تو ایران، همین بودن دانشگاه‌ها ولو پولیشون هم باعث شده که یه سری دانشجو حالا به اشکال مختلف بقید بشنون کتاب و خوندن و اینا انجام بشه. و این در واقع خود این قضایا در واقع یک میتونه کار بهتری بشه. حال میشم که همکارای ما در کانون همینطور کتابخونه‌ای که خود کانون داره بیشتر برن توجه کنن، سعی کنن کتابا رو بیشتر معرفی کنن، بخونن، آشنا بشن یه مقداری، چون ضرورت داره ما آگاهیمونو به بالا ببریم. خب من یه دوتا آمار دیگه خدمتتون میدم که در واقع راجع به بودجه است. ببینید ما بودجه‌ای که برای کتابخونه در نظر میگیرن، خود شهرداری شهرها در واقع یه بودجه‌ای در اختیار کتابخونه ها قرار میدن، یعنی جزء وظایفشه. حالا چند درصد از بودجه شهرداری مربوط به کتابخونه های عمومیه؟ 0.5%. دوستان توجه کنید، 0.5% درآمد شهرداری مربوط به کتابخانه است. حالا یه جای دیگه هم هست، 12% از درآمد شهرداری صرف مبارزه با مواد مخدر میشه، در صورتی که اگر ما همین 0.5% رو بتونیم درصد شو بریم بالا و بتونیم آدم ها رو کتابخون بکنیم، اون بحث مبارزه با مواد مخدر کمتر میشه. چرا؟ چون مبارزه برای ترک اعتیاد یک معتاد حد یه چیزی نزدیک 20 سال زمان و هزینه داره طبق آماری که دارن میدن. حالا به جای اینکه ما این کارو بکنیم، اگر زودتر آدم ها رو آشنا کنیم و پیشگیری بکنیم، دیگه نیازی نیست که اون 12% رو هزینه بکنیم. ما میتونیم اون 12% رو بخش رو در اختیار خود کتابخونه ها قرار بدیم که بشه کار فرهنگی باش بکنن و بتونن جوان ها رو در واقع از اعتیاد بدور کنن، به جای اینکه برن تو پارک ها برن تو کتابخونه ها. خب من یه نگاه دیگه میخوام بهتون بکنم. ببینید دوستان، برای کار فرهنگی داره کار اتفاق میفته. ما اگه نگاه کنیم مراکز فرهنگی داریم، مثل مدارس رو داریم، دبیرستان داریم، دانشگاه داریم، اینا همش پایگاه‌های فرهنگی هن. خیلی هم خوبه، اما به کی خدمات میدن؟ به یک بخشی از جامعه خدمات میدن. بخش بعدی که مرکز فرهنگیه و اهمیت داره مساجد هستن، که مساجد هم در واقع باز برای یه عده خاص هستن، یعنی برای اندیشه بعضی ها هست، برای یه عده هست و تنها یه ساعات معینی قابل استفاده هست. اما اگه بیاییم به نهادی مثل کتابخونه عمومی نگاه بکنیم، میبینیم اصلا خط قرمزی نداره. در مسجد خط قرمز هست، در مدارس هر گونهش خط قرمز هست، ولی در کتابخونه شما خط قرمز نمیبینیم. کتابخونه هر سنی با هر دیدگاهی با هر ذهنیتی با هر فرهنگی میتونه بره آموزش بره بخونه و آشناتر بشه مسئله. من عنوانم کردم براتون که چه مقداری راجع به کتابم ما در ایران چاپ میشه و چه تعدادیشو کتابخونه میتونن بخرن، چون امکانش وجود نداره. من فکر میکنم دیگه خیلی صحبت کردم، بازم صحبت دارم ولی نزدیک به 1 ساعت شد. دو تا پیشنهاد داشتم، من این دو تا پیشنهادم خدمتتون بگم دیگه، از خستگی تمام میشه بعد میشین برای سوال جواب. من میخوام بگم که اگر که ما بتونیم اگر بتونن شهرداری ها درصد بودجه رو برن بالا و خود کتابخونه رو تبدیل به یک مراکز فرهنگی بکنن، که این اتفاق داره بعضی وقتا میفته، ولی تعدادش رو زیاد کنن، یعنی فقط 4 تا مرکز فرهنگی نباشه، 4 تا رو بکنن 400 تا، که توی این مرکز فرهنگی یه بخشیش کتابخونه باشه، یه بخشیش قسمت پرورشیش باشه، حالا پرورشی هنرش ورزشش و و و و اینجوری ما میتونیم یه رشد ایجاد بکنیم و اون
20 سال هزینه برای یک فرد معتاد رو میتونیم در واقع بریزیم تو این بخش و از این بخش استفاده کنیم. و من واقعا دوستان باور میکنم که ما زمانی میتونیم رشد بکنیم، زمان میتونیم که مستقل بشیم، که آگاه بشیم و مطمئن باشیم که در آگاهی و بالا رفتن اطلاعاتمون در رابطه با مسائل فردیمون که حقوق ذاتی و حقوق شهروندیمونه و آشنا بشیم با تاریخمون، با تاریخ واقعی کشورمون و با تاریخ واقعی تاریخ کشورهای دنیا، ما میتونیم صاحب یک اعتماد به نفسی بشیم، بتونیم صاحب یک چیزی بشیم که اظهار نظر کنیم، اظهار وجود کنیم، مطالبه گر بشیم و تلاش کنیم برای جمع کردن اعتماد، یعنی خودباوری در واقع، و بتونیم خودمونو یه روزی به جای برسونیم که هیچ کسی نتونه ما رو وادار کنه، به امید این باشیم که یه کسی از یه جایی یه روزی بیاد ما رو نجات بده. اصلا مهم نیست کی، چه به عنوان لیدر، پادشاه، امام، خدا، پیغمبر یا هر کسی، ما خودمونو باور کنیم و به استناد خودمون به اونجا برسیم که بگیم خودمون میتونیم فردن خودمون رو نجات بدیم، جامعه رو نجات. به امید روزی که دوستان همه کتاب خون باشیم، کتاب بخونیم و با کتاب زندگی کنیم، چه کتابای صوتی، چه کتابای نوشتاری و اینترنتی، هر کدومش که باشه. خسته نباشید، مرسی که گوش کردید. سپاسگزارم جناب شفایی از توضیحات خوبتون. دوستان عزیزی که مایل هستن مشارکت کنن یا اینکه پرسشی دارن از جناب شفایی، با عدد 5 منو راهنمایی کنن تا میکروفون رو در اختیارشون قرار بدم. بله جناب حسن‌زاده بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. درود و عرض ادب خدمت همکاران، دوستان عزیز، سپاس از شما جناب شفایی، ممنون از راهنماییاتون و آمار و ارقامی که دادین. کاش حالا منم اشاره کنم به این قضیه که ما خود مزار آقای خمینی توی تهران در سال 68 تا 69 فقط به مدت یک سال حدود 2 میلیارد دلار هزینه برداشت برای دولت یا مملکت یا ایران که این سازه 600 هزار متر مربعی ساخته بشه، که فقط فضای مسقف این سازه به هر حال گران که هیچ جاش توی هیچ کدوم از ادیان یا مذاهب یا آیین‌های غیر توحیدی هم تو نمونش پیدا نمیشه. طولش 1 کیلومتر و عرضش بیش از 500 متر فقط قسمت مسقفش. و خیلی خوشحالیم که حالا امثالی مثل پسرشون یا آقای رفسنجانی که فوت کردن اجازه داده شد که در کنار ایشون به خاک سپرده بشن و اونا هم نخوان مقرهای جداگونه ای داشته باشن. اما خب از آماری هم که آقای شفایی دادن 11000 مزار، من میخوندم که اول انقلاب حدود 1500 تا به هر حال مزار امامزاده وجود داشته که به طول انقلاب رشد کرده به 11000 تا رسیده و 1500 تا تقریبا 10 برابر شده. گفتم این آمارم وجود داره و امیدوارم که بیشتر از این نشه، چون به قول آقای شفایی اون یه آماری میدادن که مسجد به نسبت تعداد نفرات جمعیت ایران باید افزایش پیدا کنه. خب میتونیم از همین امامزاده ها فضاهایی که تا حالا درست شده استفاده کنن. این پیشنهاد میتونه کمک کنه به اقتصاد کشور. مرسی که به من گوش دادید. ممنون از شما آقای حسن‌زاده. جناب یگانه بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. وقت بخیر عرض میکنم خدمت همکاران عزیز. بله ممنون. من میخواستم یه مطلبی رو اضافه کنم به صحبت‌های جناب شفایی. البته خب اینو 100% نمیتونم بگم چون خودم هم 100% مطمئن نیستم. حالا شاید میتونه هم به عنوان سوال باشه هم به عنوان یه
اطلاع. ما دو بنیاد دیگه هم در ایران داریم به نام بنیاد مهدی و سازمان تبلیغات اسلامی که این دوتا کار اصلیشون هم کتابخونه میتونه باشه و به قول معروف هم یه جورایی ربط به اداره اوقاف دارن، از اونجایی که حالا توی ایران سپاه و وزارت اطلاعات مخصوصا خونه ها و ملکای افراد مثلا بهایی یا زرتشتی اقلی ببخشید پیروان دیگه ادیان رو به قول معروف میگیرن، ملکاشون رو ازشون غصب میکنن یا میدزدن حالا یا به زور، این مکانها رو میکنن تبدیل میکنن به بنیاد فرهنگی حضرت مهدی یا سازمانهای تبلیغات اسلامی که تو همه شهرها هست. این بنیاد حضرت مهدی که نمایندگی اصلیش به قول معروف توی قم هست، فکر میکنم 20 کیلومتری مسجد جمکران باید باشه، یکی از به نظر من جاهای دیدنی از لحاظ لوکس بودن مکانهای زیارتی ایران هستش که اصلا شما وقتی اونجا رو میبینید شاید دوستان دیده باشن، یه ما همه چیز به ذهنتون میرسه به غیر از حالا اون مسجد و خدا و قرآن، که اینا هم کار کتابخونه رو انجام میدن، یعنی شاید بگم 60% کاراشون مربوط به کتاب، نشریات و کلن کارهایی هست که مربوط به نشریات میشه، روزنامه میشه. و یه خاطره داشتم از همین اداره اوقاف که حالا نزدیک به 20 سال پیش بود، ما یه زمین گرفتیم افتاد توی طرح و تقریبا 10 سال از روش گذشت و شهرداری قرار شد به ما یه زمین به جای اون زمین بده، که ما وقتی 5-6 سال از روی اون داستان گذشت و میخواستیم زمین رو بفروشیم، اداره اوقاف اومد گفتش که این زمین مال ما هست و شما 50% از پولی که آیدتون میشه از فروش این زمین باید به ما بدین. یعنی اوقاف توی قسمت شهرداری هم باز دوباره دست داره. حالا من فکر میکنم این صحبت هم شاید آقای شفایی کرده باشن، چون من خیلی تقریبا نیم ساعت دیرتر وارد جلسه شدم آسفایی میکنم. خواستم بدونم که حالا این دوتا موضوع رو بهتون بگم و اینکه حالا بعد از انقلاب بیشتر اتفاق افتاد که تلاش جای خودش رو به دعا و نذر و صدقات داد و کتاب و کتابخونی هم جای خودش رو به ادعیه‌های مختلف و رمالی و به قول معروف اینجور داستانایی که از طریق ملاها و آخوندها باب شد توی کشور اتفاق افتاد. و از طرف دیگه شاید اونقدر دولت روی سرمایه گذاری نمی‌کنه روی کتاب‌های مفیدی که به قول معروف جامعه بتونه ازش استفاده کنه و یه فاصله شاید بشه گفت 40 ساله افتاد بین مردم و کتاب و کتابخوانی. مردم الان حالا درگذریم از تمام جناها، ولی همه تو ذهنشون وقتی یه اتفاق میفته به جای اینکه به قول معروف روی بیارن به کتاب و مشکلشون رو بخوان از کتاب، از آگاهی، از علم حل بکنن، حالا چه مریضی باشه چه هر چیزی در هر زمینه‌ای باشه، مستقیم توی امامزاده ها هستن و نذر و صدقات میدن. این فاصله رو به قول معروف خیلی سخت میشه به نظر من کمش، یا نظام آموزشی، آموزش و پرورش هم هیچ گونه اون درسایی که حالا بچه ها باید بخونن هست، مثلا برای بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان و دانشجویان به نظر من تو مدرسه هیچ کاری انجام نمیشه. ما خودمون هممون توی ایران درس خوندیم و اینو با پوست و گوشت به قول معروف تجربهش کردیم که هیچ چیز جز اون ریاضی و فارسی و نمیدونم تاریخ و اینا بیشتر از اونا به ما آموزش داده نمیشه. من یه سوالم این بود که چجور میشه کاری داشته باشیم که دوباره آشتی کنن مردم با کتاب و کتابخوانی. من خودم جز به کسایی هستم که متاسفانه خیلی کتاب نمیخونم یا برام خیلی خسته کننده میشه بعضی موقع. چطور میشه حالا این فاصله رو بتونیم کمترش کنیم؟ ممنون که وقت در اختیار من گذاشتین، من مایک آزاد میکنم.
ممنون آقای یگانه عزیز. خانم قریشی، تمایل به صحبت داشتید؟ اگه آمادگی دارید عدد 5 بذارید، میکروفون رو در اختیارتون قرار بدم. بله بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. با سلام خدمت تمامی دوستان، بنده همسر خانم قریشی هستم، فرشاد غزایی. ممنون از راهنماییتون که صدای بنده تو جلسه هستش. حقیقتش چندین تا من تجربه دارم و حالا چیز جالبی که هستش در مورد مرقد خمینی که بود، یکی از دوستان که از مهندسین عمران بود سالونی رفته بودن که هنوز یک نفر پا نذاشته بودش تو اون سالن و سنگای اونجا لق شده بود. حجم دوزیایی که برای ساخت مساجد انجام میشه و سالن‌های حالا اینا انجام میشه بسیار بالاست و جالبیش اینه که من خودم به عینه دیدم مساجد قدیمی و کهنه بودن همگی رو شروع کردم به تخریب و شروع مسجدهای نوساز و عظیمی شروع کردن به ساخت، که مثلا یه مسجدی که 6000 متر زیر بنا داشت تو مثلا موقعیتی که بودش، حالا نمازخونش نزدیک 1000 متر بود، توش سینما داشت و بقیه جاها داشت، کتابخونش میگه چیزی حدودش حلومش 100 متر فضا داشت، کمتر از فضا اهمیت، یعنی میشه که اهمیت فضای کتابخونه رو نشون دادش تو مسجد، یعنی 6000 متر از اون مسجد یا اون مجتمع فرهنگی مذهبی به اصطلاح خودشون جدیدند با قیمت مثلا خدا تومن ساخته میشد، یه کتابخونه 100 متری کوچیک بود که قطعا تو اون کتابخونه میز و صندلی میذاشتن و به قول خودمون بیشتر جف میز و صندلی بودش تا کتابخونه. به نظر من یکی از جاهایی که میشه خیلی روش مانوف کرد و کتابخونه‌های خیلی خوبی توش انجام داده این سرای محلاته، که ما خود ما نمیدونم بالا اسمش رو دقیقا من نمیدونم، اما همون جایی هستش که ما بیشتر جلسات نمایندگی نیرزاکسن رو برگزار میکنیم، که مثلا برای یه توی ایران برای تهران، حالا من تهران رو به خصوص میگم که پایتخته، برای یک محله که نزدیک 70000 نفر 80000 نفر جمعیت داره، یک سر محله 200 متریه که با تمام مشکلات داره دست و پنجه نرم میکنه، با کمترین امکانات داره به قول معروف جلو میده. رویکردی که جمهوری اسلامی داره به نظر من اگر درست فهمیده باشم، به قول تمامی دوستان که صحبت کردن، دنبال این نیستش که مردم آگاهی پیدا کنن و متوجه بشن، چون آگاهی در گروه راه کسب آگاهی مطالعه کردنه به نظر بنده، که جمهوری اسلامی ایران دنبال این قضیه نیستش و مردمی که میان توی کتابخونه ها به قول آقای شفیع از کتابخونه سانسور شده استفاده میکنن، که طرز فکرشون رو به یه سمت خاص هدایت میکنن. ممنونه که صحبت بنده رو گوش دادید، متشکر هستم. من مایک آزاد. ممنون آقای غذایی. دوستان عزیز اگر نظری دارن یا پرسش از آقای شفایی، عدد 5 بذارید تا میکروفون رو در اختیارتون قرار بدم. بله سرکار خانم رضاوند نظامی، بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. سلام و درود فرستادم خدمت شما دوستان و من از آقای شفایی خیلی ممنونم، موضوعشون خیلی جذاب برای من، یعنی من به محض اینکه فراخوان رو دیدم خیلی خوشم اومد که حتما این موضوع رو پیگیری کنم. در ارتباط با کتابخونه ملی فرمودید آقای شفایی، فقط اینو بگم که مدرسه دارالفنون که تشکیل شد زمانی که امیرکبیر مدرسه دارالفنون درست کرد، من تاریخش رو درآوردم 1231، بعد اونجا زمان مظفرالدین شاه یعنی 10-12 سال بعد تو اون مدرسه میان یه کتابخونه درست میکنن حدود 1240 اون حدودا، که به سبک اروپایی میشه، چون مظفرالدین شاه خیلی دوست داشت حالت اروپایی باشه و اینها، اون سبک اون مدرسه و اون کتابخونه میشه پایه کتابخونه ملی، که بعد از اون حدودش از 70 سال بعد که همونطور که شما فرمودید 1316 یه کتابخونه ملی پایه‌گذاری میشه و بعدش هم این ساختمان جدیدی که تو حقانی بزرگترین کتابخونه در ایران هستش و کتابخونه فکر می‌کنم تو سطح خاورمیانه هم هست تشکیل میشه.
در ارتباط با این بگم که تعداد مطالعات ما ایران خب حدوداً متاسفانه اگر درس و کنکور و اینا رو هم در نظر بگیرید حدوداً 10 دقیقه است، در واقع 2 دقیقه است اگر درس و کلاس کنکور اینا هم در نظر بگیرید، مطالعه سرانه مردم روزی 10 دقیقه میشه. تیراژ کتاب قبل از انقلاب حدود 3000 تا کتاب بوده با توجه دهه 50 و 60 اگه در نظر بگیره و جمعیتی که اون زمان بوده فکر میکنم 30-35 میلیون جمعیت، اما الان سال 95 که اومده آمار گرفتن 80 میلیون جمعیت بودی، الان 500 عدد کتاب تیراژ در واقع در میاد. تفاوت رو ببینید، نه همچه خدماتی در واقع شفای درست میگن که چه خدماتی اونها به مسجد کردن، تعداد مقایسه کنیم آمار مسجد و کتاب رو، چه خدماتی ویژه‌ای به مسجد دادن. و اینم بگم که البته تو آلمان سرانه کتاب مطالعه 34 دقیقه هست، این رو گفتم که بدونیم که درست حال الکترونیکی شده یا میبینیم خیلی موقع من میبینم حتی تو قطار این برای مردم در حال مطالعه هستن، به خصوص تو فرانسه من زیاد دیدم خیلی تمایل دارم به کتاب خونی. در مورد چیز دیگه که می‌خواستم بگم این که خانم منصور شجاعی کتابدار و پژوهشگری بودن که خیلی فعالیت داشتن تو شورای کتاب کودک، کتابخونه‌های تخصصی فعالیت می‌کردن و به همین دلیل هم تحت تعقیب قرار گرفتن به خاطر فعالیت‌هایی که در ارتباط با زنان انجام میده، چون صحبتی از در واقع کتابخونه و کتابدار شد. ایشون چندین بار زندان شدن تا اینکه بالاخره و ممنوع خروج شدن، خانم نسرین ستوده ایشون رو آزاد کردن، در واقع ممنوعیت خروجشون رو موفق شدن لغو کنن. بعد ایشون به حال دیدن خیلی تحت تعقیب قرار میگیرن، به بهانه اومدن به آلمان و در اینجا فعالیتشون رو شروع کردن تا اینکه به صورت غیابی هم ایشون براشون حکم صادر کردن رو بله الان تو آلمان هستن و براشون فکر کنم سال نمیدونم 92 بود 95 چه بود که براشون حکم غیابی صادر کردن به جرم تبلیغ علیه نظام این صحبت ها و حکم زندان بدون وکیل بدون حضور خودشون براشون حکم صادر کردن. و اینکه در ارتباط با مساجد فرمودید یه موردم بگم که مساجد فقط این نیستش که الان کاش حالت فرهنگی هم داشتن، درسته، ولی یه چیزای لایه پنهان هم دارن. خیلی از جاها دیده شده که دوستانمون میگفتن مثلا شبانه ما رو گرفتن یا با کسی رفتیم بیرون، دوست پسرمون بود پسرعمومون بود، جایی رفتیم بیرون و ما رو نیروهای نمیدونم بسیج گرفتن و ما رو بردن تو مسجد ما رو بازجویی میکردن. در واقع یه حالت باز محل بازجویی اونجور چیزا هم هست، یه حالت اینفورمیر هم داره، در واقع فقط مسئله فرهنگی نداره. یه مسجدی هست، مسجد امام علی توی مرزداران، خیلی وسعت بالایی داره، سالیان ساله که دارن این میسازن و چندین طبقه است و حتی من شنیدم که چندین طبقه زیر زمین داره که اصلا محوه، که خیلی از مردم کمک میخواستن چون اقوام ما تو منطقه بودن و میدونستن قضیهش رو، گفتن خب خیلی اومدن به خصوص آدمایی که مذهبی هستن خیرین اومدن کمک مالی میکردن که بیان اونجا و در واقع مسجد تموم بشه. و بعدها سر یه قضیه که فکر میکنم مال قضیه سال 88 بود، خیلی جمعیت رو میگرفتن، دقیقا حادثش خاطرم نیست، که مردم رو میگرفتن و میگفت و تمام مردم و منطقه متوجه شدن تمام افراد دستگیر شده رو آوردن به این مسجد و بعدها متوجه شدن تو زیر زمین این مسجد در واقع بازداشتگاه هست و افراد اونجا برده میشه بازجویی قرار میدن، به نوعی میشه گفت زندانی هست اونجا. این بود که خیلی از افرادی که میشناختن میگفتن همه قطع کردن و گفتن که ما فکر میکردیم به یه مسجد و مکان مذهبی داریم کمک میکنیم نه به ساخت یه زندان. متاسفانه این چیزا هست. و در مورد آقای هیگانه فهمیدم برای کتابخانه، ببینید کتابخانه نیاز داره به آموزش از مدرسه از اون ابتدا و اینکه علاقه ایجاد بشه. کتابخونه‌های ما سانسور شده است، خیلی تحت هر کتاب من بیشتر می‌بینم بیشتر که قسمت‌های مذهبیش کتاب‌های معارف و اینجور چیزاش بیشتر زیاد هست و کتاب‌هایی که شما مورد علاقتون خیلی نیست، سانسور خانم‌ها جدا آقایون جدا اینطور باشه اونطور باشه. یه حالت فرهنگی هم اگه اضافه کنم فعالیت‌هاشو اجازه بدن، داستان سرایی، نویسندگی، شعر سرایی، برنامه‌های فرهنگی که توی فرهنگ سراها هست اگه تو کتابخونه‌ها باشه و از مساجد انتقال بدن به کتابخونه‌ها، مطمئناً شما امثال شما راغب میشید و قطعاً مردم به این سمت خواهند رفت. متأسفانه فرهنگ‌سازی و آموزش می‌خواد که اینها یه مقدار جلوشو گرفتن.
به هر حال ممنونم از شما، مرسی از وقتی که دستانم شد، ممنون از آقای شفایی به خاطر موضوع خیلی جالبی که ارائه دادن، مرسی. ممنون سرکاس خانم شفایی رضاوند، سپاس از شما. بله دقیقا درسته، دوستمون آقای یگانه در مورد بحران کتاب و کتابخونی تو ایران سوال کردن. البته من خودم عقیدم بر این است که یه سری عواملی هست که همه با هم باید دخیل باشه که به قولن سرانه مطالعه و کتابخونی توی کشور پایین بیاد، که میتونیم بگیم که حالا چند تا زل داره. خب میتونیم بگیم که اهل قلم هست، مثل نویسنده و مترجم و منتقد و ویراستار و یا ناشران، و سرانجام میرسیم به نهادهای دولتی و حکومتی که باید از اونا تمام این عوامل همگی به اندازه خودشون سهم دارن در موزل کتاب خونی. مثلا فکر کنید زمانی که دولت کوتاهی میکنه در حق ناشران و ناشر ناموفق میشه، اون ناشر ناموفق در ناموفق بودن اهل قلم هم نقش داره و نویسنده ناموفق هم کتاب ناموفق تولید میکنه و همچین کتابی خواننده رو کتابخونی رو از کتاب خوندن گریزان میکنه. این یکی از عواملی هست که به ذهن من میرسه. جناب شفایی پنج دادن، من میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم تا توضیحات رو کامل کنه. بفرمایید جناب شفایی. مرسی، من ممنونم، اطلاعات خیلی خوبی رو، خب به هر حال من نخواستم در واقع، میخواستم بگم که باید دو ساعت دیگه هم فقط راجع به چند تا حرم بزرگ صحبت میکردم که چقدر بیا برو داره، یاد کنم یا راجع به امام رضا و نمیدونم شیراز و اینا، که این اصلا هر کدوم اینا برای خودشون یک داستانی هن که میگیره و بارها باید میشه حرف زد. من دو تا مطلب و سه تا مطلب میخواستم اضافه کنم. یکی این که دوستان یادمون باشه این امامزاده ها و این کتابخونه ها، این حسینیه ها، اینا یک بخشی کمک از مردم میگیرن. یعنی ما مردممون، من شاید نگم بگم ناآگاه، من میگم مردم ناآگاه میرن به اینها کمک میکنن، کمک مالی میکنن. الان مثال زد خانم رضاوند که یک مرکز روشن درست میکردن با کمک مردم که زودتر تموم بشه، که تبدیل شده به زندان چندین طبقه که دیگه عکساش هم در اومد و دیدیم و حالا بمانن. یه مقدار اون ناآگاهی مردم و علاقه مذهبی نشان دادن، حالا بعضی واقعی بعضی هم به خاطر سوء استفاده های دیگری که میخوان بکنن، این یه قضیه است. من میخوام بگم که یه دقت بکنیم، ما یه مرجعی داریم به اسم اوقاف که خود اوقاف حتی عنوان کردم، باز یاداوریه، فقط این اداره اوقاف بودجهش رو از دولت میگیره، پول امامزاده ها رو جمع میکنه، کمک های مردمی رو جمع میکنه و زیر نظر ولایت فقیه هم هست. یعنی مردم فقط وظیفه دارن پول بدن، یعنی دولت از طرف ما رفته دیگه، آقای رئیس جمهور دولت تشکیل داده، از طرف مردم انتخاب شده، فقط وظیفه داره پول ما رو بگیره بده به اینا. خود اونا هم زیر نظر ولایت فقیه هستن و پولا رو خودشون جمع میکنن، پولا هم که از این ور میگیرن جمع میکنن، بعد چکار میکنن؟ میدن به کتابای مذهبی خودشون، میدن به ملاها برن تبلیغ بکنن و بقیهش هم دیگه هر کاری دلشون خواست میکنن دیگه. اینو روش دقت کنید، یعنی اینو واقعا به عنوان، یعنی شما اوقاف عرض کردم یک سوم ایران اوقافه، داره میگیره از مردم. این کم پولی نیست دوستان، کم پولی نیست، یادتون باشه. خب این یه قضیه است که من تکرار کردم. اما مطلب بعدی، این دوستمون پرسید که خب ما کار کنیم که کتاب خونشیم. من یه سوال میکنم از خودمون بپرسیم، خودمون چند تا کتاب در سال میخونیم؟ بچه های کانون گاهی ما میبینیم آقا میشه ما خبر نفرستیم؟ اصلا من موندم ایرون، یعنی اصلا این چه سوالیه، چه بحثیه؟ آقا برین کتاب بخونیم، من کتاب خونه داره کانون، کتاب های عالی واقعا،
برید بشینید کتابه بخونید، به جای اینکه بشینید چهار تا تاپ توپ تیک بنویسید، نم جوک بنویسید، برید بخونید، چهار تا اطلاعاتتون بالا ببرید. کتابای خیلی خوبی تو کتابخونه خودمون هست، اصلا الان کتابخونه‌های اینترنتی هم خیلی کتابای خوب میشه خوند و دید که ذهن باز بشه، حقایق رو دید، اطلاعات جمع‌آوری کرد، اینا رو میشه انجام داد. اینه که خوندن کتابم خود شخصیه، یعنی حالا درسته دولت وظیفه داره از مدارس یاد بده، ولی این دولتی که ما چشم امید بهش نداشته باشیم، چون یه دولتیه که اصلا سند 23 رو میگه نمیخوامد. چرا؟ چون باید بچه تو مدرسه از اول یاد بگیره نماز بخونه. اون روز یه سوالی داشتن مطرح میکردن، میگفتن که بچه از 3 سالگی یا 5 سالگی یا 7 سالگی باید نماز رو بخونه. یعنی 3 سوال رو باید چه جواب بدی؟ نمیگم از 18 سالگی، یعنی از 3، 5، 7. حالا این بچه میخواد بره مدرسه، خب باید بره نماز بخونه، اصلا نمیرسه بره کتاب بخونه. اگرم میخواد کتابی بخونه، کتابیه که اونا میگن باید بخونه. حالا اونا که من میگم، برای اینکه کتاباییه که تعریف خاص داره. چرا؟ چون ما تاریخمون تعریف شده دوستان. مطلب دیگه‌ای که میخواستم بگم راجع به خود تاریخ، راجع به کتاب و تاریخی که در ایران وجود داره. ببینید در ایران باستان میگن یک سری حمله اسکندر به ایران بوده که کتاب‌ها رو از بین برده. البته بعضی هم میگفتن کتاب نبوده، ولی بعداً کشف شده که 1000 تا لوح در واقع توی کاخ آبادان پیدا کردن و در واقع میگن کلی چرم گاوی بوده که سوزوندن و اوستا رو سوزوندن و و و و. من کاری به اینا ندارم، فقط عبور میکنم صحت و سقمش دیگه با نویسندگانشه. در زمان اعراب هم که بسیار خیلی راجبش تحقیق شده و کتاب سوزی کردن در جندی شاپور، حتی در تیسفون هم میگفتن، ولی یه عده هم میگن در تیسفون اصلا کتابی نبوده یا وجود نداشته، ولی آقای زرکوب یه سری اطلاعات نوشته و کتابهایی رو وجود داشته و مطرح میکنن. بعد یه سری کتاب سوزی بوده که به اصطلاح خود ابن خلدون در واقع نوشته راجع به کتاب سوزی که اتفاق افتاده بعد از اسلام و حمله اعراب و اتفاقای بعدی، چون میگفتن که اصلا وقتی قرآن هست که اصلا نیازی ما به کتابی نداریم. محمود غزنوی هم در واقع کتابخونه بزرگی در ری بوده و در بخارا بوده، اینا رو همه رو سوزونده و فقط گفته باید کتابایی که مد نظر اسلام بوده استفاده کنه. حتی اون موقع خود غزنوی هم در واقع جزء اهالی اهل سنت بوده و کتابای شیعیان هم میگفته باید بسوزونه. به هر حال اینا همش مرضای فکریه دیگه. الان من مثلا سوزوندن کتاب چه کمکی میکنه به حل قضیه؟ در اصل وجود کتاب اجازه میده ذهن‌ها حرکت کنن، هر کی کتابو میخونه دلش خواست استفاده نمیکنه. ولی اونایی که از نظر استدلال ضعیفن، اونایی که توانایی مدیریت ذهنی خودشون ندارن و اعتماد به نفس ندارن، میزنن، میکشن، میسوزونن که دیگران نفهمن، اینو متوجه نشن. بعد از غزنوی هم حمله مغول هستش که اونجا باز نیشاپور و اینا رو، و بعدش هم حمله تاتارها بوده. بعدش هم بعد از همه اینا یک دوره‌ای هم در زمان پهلوی که احمد کسروی کتاب سوزی داشته، که یکی از ایرادایی که به کسروی با تمام احترامی که من بهش قائلم همون سوزوندن کتابیشون بود. یه سری کتاب‌ها هستن که به درد نمیخوره و اون کتاب‌ها رو می‌سوزون، در صورتی که خودش محقق بزرگ کتاب‌های درجه یک نوشته، مثل شیعه‌گری، بابی‌گری و بهایی‌گری، ببخشید صوفی‌گری، کتاب‌های فوق‌العاده عالی نوشته، تاریخ خیلی خوب نوشته، تاریخ مشروطه رو نوشته، تاریخ آذربایجان رو نوشته، کتاب‌های بی‌نظیری داره. ولی اینم که از ایراداش بود که ایشون هم معتقد بود که باید یه سری کتاب‌ها اصلا وجود نداشته باشه. خب خود زمان پهلوی هم که میگن کتاب‌های کمونیست وجود نباید داشته باشه. یعنی کما اینکه یه بارم من همیشه مثال، من یه بارم گفتم که من کتاب مادر رو یواشکی رفتم خوندم ببینم چه خبره. درسته یه کتاب معمولی خیلی ساده، یه داستانه دیگه. و خود دوره جمهوری اسلامی هم که نسل کتابو در واقع در آورده و شکل کتابا رو اصلا عوض کرده.
کتاب بایستی اولا اونچه که دلشون میخواد باشه. شما حتی تاریخ میخوای در جمهوری اسلامی بنویسی، باید تاریخ رو جوری بنویسی که اونا باور دارن یا اونا میخوان بنویسین. مثلا اگر شما میخوای راجع به ساسانیان بنویسی، چیزهایی رو مینویسن که در اسلام هست، یعنی اصلا اینا هخامنشیان رو قبول نمی کنن، اصلا تمام تمدن رو از بین میبرن و تمدن رو از خودشون میدونن، از خود دوره حمله اعراب به این ور میدونن و اینا مسائلی که در رابطه با خود کتاب هست. من دلم میخواد فقط عبور کنم که دوستان بدونن که این بحث کتاب و کتاب سوزی، خب دلیلش هم خیلی مشخصه دیگه. وقتی که کتاب رو میسوزونن برای اینه که با یک اندیشه مخالفن. وقتی با یه اندیشه مخالف باشن، یعنی که اندیشه خودمون ضعیفه. یعنی یه کسی وقتی خودش اطلاعاتش ضعیفه، خودش ایمانش ضعیفه، یا چه میدونم اعتماد به نفس به خودش نداره، خب طبیعیه میترسه و اندیشه های دیگر رو بین میبره. در ایران میگن 10% مساجد مال اهل سنته. در تهران میگفتن نزدیک به 200 مسجد اهل سنت هست، ولی من باور ندارم، برای اینکه هم به سال عید فطر و اینا که میشه، اهل سنت مجبور میشن در یک مراکز دیگه‌ای برن نماز در واقع عید فطرشون رو برگزار کنن، چون میگن و در زاهدان هم سال فکر کنم 72 3 4 اون موقع ها به خاطر خراب کردن مسجد اهل سنت توی بازار مشهد و مسجدی که در زاهدان بود، خیلی دعوا شد و کلی هم اعتراضات شد و کشتار شد به خاطر مساجد اهل سنت. این هم که میخوام بگم، یعنی باز در خود مسجد هم شما باز اون یه تعریف جدا میبینید، یعنی باز در واقع پارتی بازی و مسائل این چنینی هم میبینید. من فکر میکنم تونستم یه سری اطلاعات رو بدم. باز دوستان اگه سوالی داشته باشن من در خدمتتون هستم، ولی دیگه ماحصل صحبت من اینه که ما بایستی آگاه بشیم. آگاه شدنمون با خوندن، با مطالعه کردن، حالا مطالعه کردن به در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر یا اصول انسانی آشنا بشیم و تاریخمون رو بدونیم و باور کنیم که باید استقلال داشته باشیم، باور کنیم که ما باید آزاد باشیم، آزاد فکر بکنیم و مرید نباشیم، دنبال کسی نباشیم، چه میدونم به این امید نباشیم یه روزی یه کسی یه جایی بیاد نجاتمون بده. فقط خودمون و خودمون باید برای خودمون کار کنیم و من آرزو اینه که بچه هایی که داریم کار میکنیم با هم دیگه در کنار هم هستیم، به این قضیه پافشاری بکنیم و حتما خودمون رو بپذیریم و بریم به جلو، یعنی بریم آگاه کنیم، بریم اطلاعات بدیم. و مرسی، سپاسگزارم جناب آقای شفایی. دوستان عزیز، اگر که یا مطلبی دارید که میخواید عنوان کنید، عدد تا میکروفون رو در اختیارتون بذارم. در این صورت که 1:40 از زمان جلسه گذشته، جلسه رو تمام کنم. تشکر میکنم از شما جناب آقای شفایی به خاطر مطالب و موضوع بسیار خوب امروزتون و تشکر میکنم از جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی، جناب آقای محمد حسن حسنزاده مهرآبادی و جناب آقای مازیار پرویزی عزیز که امروز به ما